و آل محمد. اگر این رو شما پرنگاهی میشه کن عرض سلام و عدد دارم خدمت شما دوستان، نمتران، خواهران و برادران عزیزی که ما را بینده از طریق صفحه مرکز اسلامی اقوانه شهر پایین هستیم. امشب بازم شب جمعه است، بسیار در خدمت شما هستیم. هر شب دعا کده بازم شب دعا میکنیم که خداوند و برکت عدیبش در سرزمین افغانستان سر امنیت برقرار بگردانه با ذکر صلوات صلی علی محمد و آل محمد. خب دیروز بود که بازم اطلاع یافتیم که یکی از مؤمنین، یکی از خادمین، یکی از واقعا یک شخصی که سالیان سال عمر خود به حساب فدای مکتب سید شهدا بگویم یا خاندان اهل بیت بگویم کرده بودن، چی در داخل افغانستان و چی در خارج افغانستان. دو روز قبل به اثر مرض کرونا شما جان کلی دوام میشه زران کردید دوستان که به کلشان بشه کفتن کلشان. خب یه عزیز ما به اثر مرض کرونا بسیار گرفتار شدن و دار دنیا را بدا گفتن و به لقاء الله پیوستن. خداوند روی عزیز ما را مرحوم مغفور شادروان سید یعقوب جوادی، وقتی که نگفت سید یعقوب جوادی از خانواده بزرگ جوادی که واقعا خداوند روی پدرشان امیر ابراهیم جوادی را شاد داشته باشه که یکی از تکیه‌دارای بسیار قدیم با اخلاص در شهر کابل بودن. خدمت شما دوستان و همتران هست به حق برسم که واقعا وقتی که نام تکیه خانه را میشنویم، این تکیه خانه یعنی تکیه‌گاه، جایی که شما میتونیم که بر وقتی که نیم تکیه‌گاه یعنی به پدر آدم میتونه تکیه کنه. کسی که در پشت آدم هست تمام مشکلات آدم میتونه که به اون واگذار کنه. خدا خداوند روی میربایی ما را شاد داشته باشه که اینا یک مدت مزید در خود شهر کابل تکیه خانه داشتن. و این تکیه خانم آقای اکبری عزیز قسمت خدمت شما برد برسارم که تکیه خانه کابل بچه شما بودین، دوستایی که در ایران هستن به هر صورت، دوستایی که در داخل افغانستان بودن یا هستن فعلا، نسل جوان بر طبق کوتاه داستانا رو قصه کنم. در این شهر کابل که بگیم چندوال تکیه خانه عمومی که بود در وسط بود، یعنی در فاصله 300 الی 400 مترش بود تکیه خانه میرابراهیم آقا در سمت راستش. در سمت چپ که نمیدیم تکیه خانه میر فقیر حسین آقا بود که خداوند کلش رو مغفرت کنه. هم یک تکیه خانه بسیار بزرگ بود، همینطور که میرفتیم در خودش چندوال کابل زیادتر از 15 تکیه خانه بود. یعنی تکیه خانه از دیگه فاصله نداشت، اما آنچه که داشت تکیه خانه یک اخلاص داشت، یک محبت داشت، یک صفا داشت، یک صمیمیت بود، یک احترام بود. اما تن عزیزم وقتی که ما اسم تکیه خانه رو میگیریم، وقتی که میگیم مکتب اهل بیت، مکتب معرفت را درش باز میکنیم، باید کسانی که در رأس از مکتب هستن، در رأس اون تکیه خانه هستن، اونا آنچنان که آموختن، آموزیدن، همون مکتب اهل بیت را باید برای مردم بیان کنن. مکتب اهل بیت کلش اخلاق است، ادب است، گذشت است، صبر است، بردباری است، سخاوتمندی است. همین بزرگای ما که در شهر کابل اینا تکیه خانه داشتن که از اون جمله میرابراهیم آقای مرحوم که فرزندشان خداوند روحش شاد داشته باشه، سید یعقوب جوادی که هم در افغانستان داشتن زمانی که مهاجر شدن در تهران، اینا در تهران یک تکیه خانه بزرگ داشتن با وجودی که در هجرت بودن، در حساب کشور بیگانه بودن، اما سر از اون راه، از اون طریقه، از اون مکتب خود اینا دست بردار نبودن، آمدن طریقه اهل بیت، مکتب اهل بیت برای مردم اطرافیانشون کسان مهاجرین که در ایران بودن بشناسه. خداوند روی از یک برادر تازه سفر کرده ما را شاد داشته باشن که امروز پنجشنبه در تهران در بهشت زهرا به خاک سپرده شد. ما شما دوستا، هموطنان، خواهران، برادران عزیزی که ما را طریق صفحه مجازی هم بینیده هستیم، میبینیم چی در امریکا هستیم، چی در استرالیا هستیم، امشب اگر تانستین دو رکعت نماز لیلت الدف یا نماز وحشت اگر بخوانیم، این برای خود شما ثواب داره، ما بخوانیم برای دیگران تا که دیگران برای ما شب اول که در سر خود و سنگ نهد میگذاریم دیگران برای ما نماز بخونن. من فقط خواهش میکنم که
کسانی که عزیزان مرسم جاد شما که در صفحه مجازی میبینید و از بیننده های بسیار خوب و مستید تشکری و سپاس از کل شما میکنم کمی شما را در هر بخش و در هر بود شما بسیار امیالی کردیم و امشب ما برای خود لازم میبینیم ایمانن و وجدانن که ادنیم سوری خط خواندش را و ثوابش را نفرسیم بر روی عزیز تازه سفر کردن برای شادی روی عباد و این عزیز تازه سفر کردیم و بازم به جمعه سلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا يحزنك قولهم أنتم منه توقدون
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الله أكبر. بسم الله
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. ربنا يا ربنا تقبل منا إنك السميع العليم. آمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن. آمين. وزين أخلاقنا بالقرآن. آمين. ونجنا من النار بالقرآن. صاحب الزمان ما ببركة القرآن. آمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة مع الإخلاص والصلاة. سلام شرف حسین برای مرحوم مخفوض شاطران سید یعقوب جوادی که امروز جنازه در تهران در بهشت زهرا به خاک سپرده شد و خداوند رویش قبول و این تلاوت آر نسال رویش و همچنان به خانواده بزرگ جوادی که الحمدلله برادرشان زنده است، برادرزاده ها
خواستگار تمام اقارب خیشاندانشون تسلیت از میکنم. دعا کنیم که شب جمعه از دوستای عزیز واقعا که یگانه کشور بارا گفتیم بازم که یگانه ملیت و یگانه مردمی که در جهان مانند دانهای اسپند پخش شدن. حالا گردیم این مرحوم مغفور مثل این و ازارهای دیگه تعلق به افغانستان داشتن، اینا از خود عدیره داشتن در کابل، در عدیره آباییشون به خاک سپرده بشن. میبینیم که یکی در تهران هستن، یکی در اروپا هست، یکی در امریکا هست و امروز هم یک قشر جاهل نادان مرتبه افغانستان اسیر گرفتن. میبینیم که امروز در عراق، در قندار، در مزار، در کابل، در تمام نقاط افغانستان این فرقه یا این قشر جهل و نادان که هستن امروز آمدن مردم اسیر گرفتن. دعا کنیم به برکت شب جمعه، برکت تلاوت هایی که شد، که خداوند در تمام جهان صلح امنیت برقرار بیاورد و در کشور عزیز ما افغانستان و آنچه که ما آرزو داریم است که خداوند ما را فهم و دانش و آگاهی ما را بلند بدید، که ما از دین آنچه که رسول مبارک اسلام، آنچه که سید و سالار شهیدان آمد عمل کرد، بیاییم با اون مکتب عمل کنیم. امروز مکتب وهابیت یا این جاهلین قرن که آمدن به نام اسلام، به نام الله اکبر سر میبرن، اینا به هیچ دین وابسته نیستن. همتران عزیز، قسمی که همه شما شاهد هستین، محرم در قلباب میزنن، شاید 5 روز یا 4 روز بیشتر نمانده باشن، بازم محرم و طرف دیگر کرونا میبینیم که کرونا بایستای سهر روز میبینی آمارش های 2% و 3% بلند دفته میرن. فلیاز ما در کشور زندگی میکنیم که در این کشور باید هر کار که میکنیم زیر نظر دولت مردا و زیر قانونگذارای کشور باشه. این کار نماید که ما بیاییم خلاف یک هم کار کنیم. فردا ما مرکز البته وقت گرفته شده که با مسئولین سنات، با پلیس و با اداره ماجرین که فردا میاییم که ما بهشون صحبت کنیم، ببینیم که بچی منوال و بچی تحریق ما میتونیم که برنامه محرم امسال برپا کنیم شد، که ببینیم تا چی حد ما میتونیم که اجازه داریم بچی شکل های با ماسک باشه، بدون ماسک باشه، آیا کسایی که به هر روز یک شنگ داشته باشن خود تست کرده باشن. این داره انشالا که ما فردا روش صحبت میکنیم، چرا که در بلین الحمدلله یک جمعیت بزرگ از مومنین در اینجا کشور زندگی میکنن که مطمئن است که اینا یک سال خانم شستن به خاطر کرونا و هر کدامشون آرزو دارن که به در محافل و مجالس سید و سالار شهیدان سم بگیرن، سم بگیرن، اشتراک کنن. فلیاز ما انشاءالا که این فردا وقتی که صحبت کردیم بزرگترین فرصت از طریق صفحه مرکز انشاءالا که نشر و پخش میگرده و البته که هفته بعد ما برنامه داریم، در هفته بعد بازم اعلان بشه که به چه منوار و به چه طریق ما میتونیم که بیاییم داخل مراکز شهیدان. البته این که ما یک خدایی داریم که ما را عفظ میکنم در این شکل نیست، اما خداوند به ما عقل را دارم. گفتم وقتی که تو در طبقه 14 بالا شدیم، تو باید مواظبت باشی، هر قدم را که میمانی اعتبار داره که تو پایین میفتی. تو باید کسب عیار شده باشی وقتی که در طبقه 14-15 کار میکنی که با وسایل داشته باشه که تو را نگاه کنم. این نمیشه که تو بیایی کرکرده طبقه 14 پردی وی برای خدا نگاه میکنه. امروز کرونا را ما میبینیم که بهترین و همین دوست ما که امروز سید یعقوب جوادی در تهران به رحمت خدا رفت، این کرونا گرفته بودش، کرونا گرفت و نگذاشت که مثلا بیشتر از یه عمر کنند. و در این شهر بلید ما بیترین و زیاد از عزیزان خود حدث آید که اینا به مرض کرونا گرفتار شدن. فلحاظ را کرونا یک بازی نیست، ما این جدی بگیریم که در مرکز در شکل که مثلا از نگاه بیداشتی به ما اجازه داده شد، ما به اون مقبال حرکت بگیریم. اما تصمان من با یکی از دوستایی که همه شما بارنام شاشناسید بشناسید، یکی دو مرتبه من از افغانستان همیچ آمده بود، همین یک سه روز قبل صحبت داشتم که آنجا از یک طرف در افغانستان امنیت نیست و از طرف دیگاه کرونا است، شما به جالس و محافل محرم هم به چه شکل میگیرم؟ خنده کرد که بلا آیشتی بگه بلا بگم شاید ناراحت شده. گفتم نیه که در کابل بیشترین مجتهدین عالم در کابل است، یعنی گفت اون قدر مجتهد که ما در کابل داریم در این جای دیگه نده و تا رو در افغانستان. ما چند مجلس کردیم، از مجلس بزرگ روحانیون شد که نشستیم گفتیم برادران ببینید که کرونا روزانه صدها نفر در کابل جانش میگیرند، شما با چی شکل؟ گفت اکثر خیزم که جان ما فدای شهید شده ما از روز اول میگیرند، که البته ما در این کدام دخل ندارم. بوان گفت که مثلا
گستره خدایی پروتین دیدم که در خود محفل این برادرهای ما قدر احساساتی از روز اول در خود شهر کامل که ما برنامه نگیریم که او عزیز ما که من اعتماد دارم که از کامل برای بیرون برزی که من نمیترم که جان خود بیاییم با کرونا بسیار جنگ کردن غیر محال است که من چندین بار در نشستی کردم که برادر را بیاییم ما شما ما کسانی که در رأس امور هستیم ما بیاییم تدبیر عاقلانه آلمانه میگیریم که مردم خود را خواسته دچار ناراحتی نشن مده این شرایط فعلی که در افغانستان نه کار است امروز یک دوستم با من را زنگ زد و من یک لک و ده هزار افغانی باید بتوان تا من از شبخانه برایم میشتم که من شما چه قسم که من چه که شماری از کجا گرفتم گفتی رو باید کمک شود که یک لک و ده هزار افغانی بده یه آدم تکلیف گرده دارم گردهایش از کار رفته رفتم برای تداوی در شبخانه یک هفته بودم آره شبخانه اعلان نمیکنم ما بریم دوست ما گفتم خب این نفر وقتی که هست بریم نمیره این داخل که کمک بریم و یا تنها به ما سرزمین در افغانستان میگیره به ما کشور میگیره وقتی که شما قدر داغ هستیم که میرین مجالس قافل مذهبی تانو میگیره خانه پدرت رو من و همون شخص و کسی که از این مومنین از این جمع شما هست به شبه خانه شهر کابل بره زندانی ساخته که تا پول تنتی هستم خانه برابنده نمیتونیم یک کشور اسلامی هست من پیام رو هم کنم کنجا آقای این تلساب هستم بفرمایید اونجا کمک کنیم شد همین صدایشو نشد کنیم از طریق رسانه ها که در کابل یک شخص رفته به خاطر تداوی گردهای خود یک نکو ده هزار افغانی من بازم که دوستان خواستن رو میتونم صدایشو برده بارم که صدایشو که یک روحانی دیگر رو بر کردن که این ما چی کنیم دیگه من البته به همه دوستایی که در داخل افغانستان هستن ایران هستن یا در اینجا ما وقت مسئولیت مرکز داریم که کوشش میکنیم که مرکز برنامهش کسی باشه که خداوسته به این کس ضررش نرسه فلیازا همچنان که مسئولین انشاءالله در این هفته نشست دارم که ماوی چی قسم بتونیم برنامه محرم پیش بریم که در اونجا مدعاها هست، کاری صاحبها هست، خود کسانی که در رس و گور هستن هستن انشاءالله که خداوند روی از این حبیب ما را شاد داشته باشن و فبولش یک بار دیگر تصیح طرف میکنم شب جمعه است، شب مناجات است، شب راز و نیاز با خدا است، شب است که واقعا وقتی که میاد در یک هفته میشینیم خدای میگه هر آنچه که میخواییم از تو میخواییم هر آنچه که خیر ماست، صلاح ماست خودت میدانی امور برای ما عطا کن ما هم شما که میگه فقط به این منوار که میگیم که عزیزایی که در داخل افغانستان هستیم برنامه ما رو بگیرن در اروپا هستن شمایی که در داخل مرکز هستیم فقط هدف ما هستی که میگیم شما که من اینجا بیاییم چند لحظه خدمت کنیم فقط با خدای خود یک راز نیاز کنیم به خاطر دوستان اینجا شما که من بیاییم دوائی کمایی میخوانم مراجعات میکنم نظر میکنم واقعا که وقتی ما میبینم علی جان کمایل آدم لذت میبرد خب گیریم یک علی جان کمایل که دایت چوازی مرکز کار خدا کرد ما دیگه آقا مدیر داریم که ها این زمین داریم خداوند به پدر و مادر آقا علی و مثلا خیر بدن که ما میخواییم که جوانای ما کنش مانند علی که علش کمایلی باشه خداوند به پاس یک بار دیگه من جب پرگوی نمی کنم آقا مدی عزیز هستن آقا سیب هستن آقا اکبری هستن نم دوی کمایل خونده میشم در رمالایش من روزه خونده میشم مستفید شدیم از بیانات سردار عزیز ما انشاءالله که هممون تحت عنایت اهل بیت تحت عنایت آقا ابوالفضل عباس علیه السلام مخصوصا خواهر عزیز که در محفل و مجلس برای مسافرشون التماس دعا خواستن و همه عزیزانی که برای مریضا و برای گرفتاریاش التماس دعا دارن اونایی که بین ما نیستن اونایی که بیمارند و من روسیا هم التماس دعا دارم انشاءالله که دعا در حق هم دیگه بکنیم حضرت زهرا همیشه در حق همسایه ها اول دعا میکردن و بعد در حق خودشون انشاءالله همه اون امشب مشمول دعای اهل بیت خاصه دعای حضرت زهرا سلام الله علیها بشیم یک سلامات بلند خاطر